مبتدی جلسه 11. به نام خدا، سلام به دوست خوبم. با ادامه تمرینات درس 2 در خدمتون هستم. Übung 5. Possessive Pronomen mein dein. Ich studiere Medizin. Und was studierst du? شما جواب بدین لطفا. Ich arbeite bei Translingua. Und wo arbeitest du? Meine Eltern leben in Rom. Und wo leben deine Eltern? Mein Vater ist Arzt. Und was ist dein Vater? Meine Mutter ist Lehrerin. Und was ist deine Mutter? Ich bin Lehrerin. Und was bist du? Schriftliche Übungen. Schriftlich dustan yani katibi. از فعل شرایبن گرفته شده، نوشتن. شرایبن یعنی نوشتن، شریفتش یعنی کتبی. اینا رو بنویسید، سعی کنید توی هر تمرینی، توی هر درسی خیلی از تمریناش رو بنویسین تا دیکتتونم خوب بشه. در ضمن اینطوری بهترم تو ذهنتون میمونه. اینجا ایش بین خودتون رو معرفی میکنین، بعد ضمیر ملکی برای من چی میشد؟ ماینه. Meine Eltern kommen aus, mein Vater arbeitet bei, meine Mutter wohnt in. ببینین اینجا من چند تا حرف اضافه به کار بردم. Meine Eltern kommen aus, mein Vater arbeitet bei, meine Mutter wohnt in. aus, in, bei, اینا حروف اضافه هستن که ما خیلی لازمشون داریم توی آلمانی برای موارد مختلف. جملات مختلف از حروف اضافه مختلف استفاده میکنیم. گفتم مثلا کومن aus, wohnen in, arbeiten bei. اینا رو حتما حفظ بکنید. بعد در مورد یوزف هست، چون یوزف که ارتیکل ضمیر ملکیش میشه sein، پس میگیم یوزف ایست، حالا هرچی، seine Eltern، همین فعل ها رو به کار میبریم. kommen aus, sein Vater arbeitet bei. میتونیم از این هم استفاده بکنیم، مثلا arbeiten اگه نخواهیم حالا شرکتش رو بگیم، شهرش رو بگیم، از این استفاده میکنیم، مثلا این Hannover. seine Mutter wohnt in. بعد ماریا، همینا رو برای ماریا به کار میبریم که ضمیر ملکیش میشه ایر، مثلا ایر التن، ایر فاتا، ایر موتا. من فکر کنم دیگه ضمیر ملکی کاملا براتون جا افتاده باشه، چون خیلی کار کردیم روش. اگه باز هم جا نیفتاده، درس ها رو چند بار دیگه مرور کنیم، مطمئن باشین دیگه فول فول میشین. دوستان اینجا یک تمرینی هست راجع به افراد مختلف. پتا برگ، ایلزه کمف، مارتین وگنر و ایش. اینجا شغل رو گفته، به غوف یعنی شغل. چیه این پتر برگ؟ شغلش چیه؟ بکا نانوا. وون آرت، محل زندگیش اسن هست. فاتا، شغل پدرش لندویرت هست، کشاورز هست. موتا، مادرش هاوس فراو هست. حالا شما اینها رو به صورت یک جمله میخواین بنویسین. خب میگین که اسمش چیه؟ ار هایست پتا برگ. حالا شغلش رو میخواین بگین؟ بکا. ار ایست بکا فون بروف. میخواین بگین کجا زندگی میکنه؟ میگین ار وونت
این اسن گفتم بر شهر و کشور و اینها از این استفاده میکنیم در er wohnt in Essen توی اسن زندگی میکنه میخوای شغل پدرش رو بگین چون که پتا مذکره میگیم زین فاتا زین فاتا فعلش چیه؟ گفتم دوم همیشه فعل میاد فعلش اینجا ایست میشه چون که مفرد سوم شخصه زین فاتا ایست لاندویرت اوند یه اوندم میذاریم زین موتا ایست هاوس فراو و مادرش خانه داره هاوس فراو یعنی خانه دار ایلزه کمف ایلزه مؤنثه میگیم زی برای مؤنث ضمیر فاعلیش رو زی به کار بردیم دیگه اینجا ار بود مذکر بود اینجا مؤنث زی زی سکرترین اون انشولگو زی هست ایلزه کمف اول اسمش رو میگیم زی ایست سکرترین فون بروف شغلش منشیه این نوشتات کجاست محل زندگیشه خب برای زندگی کردن از چه فعلی استفاده میکنیم از وونن زی وونت حرف اضافه این زی وونت این نوشتات فرق شغل پدرشه چرا پدر چون که ای ان نداره آخرش پس مذکره میگیم ایر فاتا ببینین حواستون پرت نشه ضمیر ملکی رو درست به کار ببرین ایر فاتا ایست فاقا ایر موتا موتا آرتیکلش دی هست میگیم ایر موتا ایست فرکویفرین پدرش راننده است مادرش فروشنده حالا مارتین واگنر این داری خودتون بنویسین مارتین واگنر حواستون باشه که مارتین مذکره و براش چی به کار بریم؟ زین استفاده میکنیم ضمیر ملکی زین استفاده میکنیم دوستان یادتونه که گفتم که مشاغل رو وقتی که ای ان بهش اضافه کنیم میشه مؤنث ار ایست لغه اون معلم زی ایست لغقین ار ایست ارتس زی ایست ارتستین اینجا املات هم میگیره که وقت آ املات بگیره ای خونده میشه ار ایست فرکایفه زی ایست فرکایفرین ار ایست دولمچه زی ایست دولمچرین ار ایست اوبرزتسه زی ایست اوبرزتسرین ار ایست فاره زی ایست فاررین این هم که معنیشو میدون آرتس پزش فرکایفه فروشنده دولمچه مترجم اوبرزتسه نه مترجم کتبی فاره راننده دوستان این تمرین آفسپراخ اوبنگن تمرین تلفظ رو من براتون میخونم تکرار کنید لبن انگلیش ارتین ور ار لرا لرنن Wie geht's? Beruf. Oder. Woher? Morgen. Dolmetscher. Mein. Dein. Sein. Mai. Allein, heißen, Deutsch, auch, euer, Verkäufer, aus. خب یادتونه که اس ها گفتم صدای ش میده. آ املات صدای ا میده. این صدای و میده. ای ار آخر صدای آ میده لغا لغا او او دا ای ار صدای آ میده او دا و هر
گفتم ها بین دو تا حرف صدا دار باشه ها خونده میشه کشیده دیگه نمیشه این حرف صدا چون دو تا بین دو تا حرف صدا دار احاطه شده محاصره شده پس ها خونده میشه و ها مورگن دولمچه ت اس ها صدای چه میداد دولمچه ای صدای آی بین آی و آی میده ماین ماین داین زاین آی صدای آی میده آی مای این هم که است صدای سه میده دوچ تسه ها صدای یه چه میداد ای او هم صدای اوی میداد آو صدای آو میده آوخ ای او صدای اوی میده اویا این ای را آخرش هم که آ میگیم این هم صدای ف میده نگین و ف میده آ املات و او صدای اوی میده آ املات و اوی این همین خونده میشه بین آ املات و اوی صدای اوی میده فر کایفا آ او صدای آو میده آوس خب اینجا وکال اون دیفتونگه وکال یعنی حروف صدا دار همین آ گفتم پنج تا حرف صدا دار داریم دیگه درسته بعد دیفتونگ هم یعنی این ترکیبی دوتایی ها ای آ ای آ او این حروف ترکیبی ها میگن که دیفتونگ بعد کنزونانت کنزونانت کنزونانتن جمعش حروف بی صدا مثلا هم غیر از اون پنج تا بقیه حروف بی صدا هستن خب اون پنج تا صدا دار چی بودن؟ آ ا او او ای خب حالا اینا رو میخونیم یاپانیش تکرار کنید یاپانیش student bist studieren was Verkäufer wie Vater Frau Beruf auch ich München, Techniker, Verkäufer, Eltern, Lernen, Arbeiten, hier, Leben, lebt. Bonn, Peterberg, Englisch, Translingua, danke. خب این هم ببینید یاد خونده میشه. اسه ها صده شه میده یپانیش. شتودنت گفتم اس قبل از ته و په صده شه میده. شتودنت بیست شتودیرن تحصیل کردن دانشگاه. اوملات او او صده اوی میده گفتم براتون ای ای صده ای کشیده میده وی آ او صده او میده فراو اوخ آ او صده او میده سه ها اینجا صده خ میده بعد از آ او آ او سه ها صده خ میده بقیه جا صده ش میده بعد از حروف املات هم صده ش میده ایش ایش بین این سه ها صده شه میده یه شهی که ما تو فارسی نداریم ایش ایش نمیگیم ایش 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 و تمرین کنید تا دستتون بیاد منچن او املاوت صده یه او ببین او او میده اگه این املاوت نداشت میگفتم منچن و اینجا منچن منچن Techniker, Techniker, Verkäufer, Eltern, Lernen, Arbeiten, EI, so der EI mit der Arbeiten, hier IE, so der EI mit der Leben, lebt, Bonn, Dota Enderim, Moschadat Rundemische, Bonn, Peterberg, Englisch, SEA, so der Schemide, Translingua, haben und Türken, der ist schon der Rundemische, danke. Beruf
وین ورد اکسن یعنی این تکیه کجاست. و این تکیه خیلی مهمه. مثلا اگه بخوایم تکیه رو اینجا بذاریم که بغوف، اصلا خیلی اشتباه میشه. ولی وقتی تکیه اینجاست میشه بغوف، بغوف شتودنت التن ویکلیش arbeiten, translingua, dolmetscher, französisch, techniker, studieren, medizin, dolmetscher, Dolmetscherin, Verkäuferin, Einverstanden, Übersetzerin. خب اینا رو بذارین چند دفعه گوش کنین و تکرار کنین، کم کم تلفظتون خوب میشه. خب این که چیز نداره، تا هم نگه توضیح دادم صدش چه میده اینجا. Wirklich arbeiten, EI, the I mide, Dolmetscher, TSD, hasse de je che mide, Französisch, O umlaut, the Ö mide, se hasse de che mide injo, Student, che, Medizin, t, bevinin, z, 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 Medizin, Dolmetscher, TSD, hasse de che mide, A umlaut U, se oi mide, Verkäufer, Verkäuferin. Ein E ist der ein mide, nemke V bud, verstanden. Ü umlaut Setzerin. Es rablas in hapsedo dors, se se mide. Hopp, in Kontrollübung karo, karbo koini, bebenim ke durust, halkardin jana. Ich Arzt. ببینین ich داره اینجا هم Arzt. پس اینجا باید فعل sein رو به کار بریم دیگه. فعل sein برای ich چی میشه؟ bin. Ich bin Arzt. Aber Herr Wild ist Techniker. Herr Wild ist Techniker. چون سوم شخصه میشه ist. Frau ist Dolmetscherin. اینجا چی باید بذاریم؟ اینجا مثلا ممکنه که حال آرتیکل میذاریم. آره آرتیکل میذاریم، ولی آرتیکل در واقع ملکی، ضمیر ملکی. اینجا راجع به آقای ویل صحبت کرده، اونجا میخواد بگه که خانومش چی کار است. خانومش دولمچرین هست، پس میشه زین فراو ایست دولمچرین، زین فراو. یوکو ایتو آربایتت. خب برگو شرکت رو گفتیم، چی استفاده میکنیم؟ بای، بای ترانسلینگوا. Sie ist Übersetzerin. مترجمه برای چی؟ برای انگلیسی. مترجم انگلیسی. Übersetzerin für Englisch. حالا اینجا باز راجب خانم ویلدر صحبت میکنه، پس میگیم شوهر، شوهر خانم، شوهر خانم ایتو. میگیم که ایر من، چون من هم آرتیکلش در هست دیگه، ای نمیگه. ایر من ایست دولمچه. حالا میخوایم به اینکه Eltern leben in Osaka. Ihre Eltern leben in Osaka. حالا اینجا گفته هم زینه هم گفته، حالا مثلا پدر مادر اون. Guten Tag, wir sind Studenten. ببینین ما دانشجو هستیم، فعل جمع به کار میبریم. Wir sind Studenten. Wir lernen Deutsch. Wir lernen Deutsch. اینجا چون این جمله باقی این جمله هستش، ما هم ویر میگیم، ولی خب مثلا زی هم بگیم، زی جمع بگیم میشه، زی لرنن دوش، یا زی مخاطب محترمانه هم بگیم، همهشون سرپشون این همه. خب حالا اینجا بخواد بگی که معلم ما اسمش بیرکل هست، که اونزر لغر هست بیرکل، اونزر لغر معلم ما. Das sind meine Eltern. ای میگیره. حالا مثلا اینجا اگه به جای لغر لغرین بود میشد اونزره لغرین هست بیرکل. Das sind meine Eltern. چرا زین به کار برده؟ چون که Eltern جمعه.
چرا اینجا ا اضافه شده؟ چون که Eltern آرتیکلش دی هست. میشه ماین Eltern. Das ist mein Vater. اینجا چی نمیگیره. چرا؟ چون فاتا آرتیکلش در هست. Mein Vater. Das ist meine Mutter. ا میگیره اینجا. موتا آرتیکلش دی هست. Ich bin Student. Peter und Martin sind auch Studenten. جمعه. دو نفرن جمع شده. Ich bin Techniker. Max und Willi sind auch Techniker. این هم جمعه. منتها حالا ما نخوندیم هنوز جمع ها رو. جمع این هیچی نمیگیره. اینجا آخرش ان گرفت. اینجا هیچی نمیگیره. بر تکنیکا هیچی نمیگیره. یه توی آلمانی 7 8 9 7 7 8 9 جمع داریم. خب حالا میخونیم. حالا چرا جمع شده؟ چون اینجا دو نفرن. Herr Ito ist Dolmetscher. Frau Wild ist auch Dolmetscherin. Muannasse. Er ist Arzt. Sie ist auch Ärztin. Wir wählen er, sie. U, Mosaikar, U, Muannas. Fragesätze. Wer, Chekasi, in Jönigach konin, der bat Fell, wie er die Fälle munchie, mochaim, als Fälle Buda, nester Fälle konin. فاعلمون که ایر هست. ایر برای فعل بودن میشه زید. ایش بین دو بیست ایر ایست. ویر زین ایر زید. زی زین. واس مخت ایر هیر؟ شما اینجا چکار میکنین؟ وو زیند؟ بازم اینجا راجبه اون ایر میخواد صحبت کنه. میگه که حالا میگه والدینتون کجا هستن؟ میشه اویره. اویره. اینجا حالا اویره نوشته ولی شما بگین اویره. غلط نیست اویره غلط نیست ولی اویره بهتر. Wo sind eure Eltern? Wer bist du? Wer bist du? Du bist, درسته؟ Wer bist du? Seid ihr auch Studenten? شما هم دانشجوین؟ Seid ihr auch Studenten? Seid ihr auch Studenten? چه نوع سوالیه؟ یا نه این فراگه است. گفتم توی یا نه این فراگه فعل میاد اول. ولی اینا و فراگه بودن. با و ببینین. کلمه که با و شروع شده. و فراگه بودن. و ایست. بخواد بگه معلم شما. چون راجع به ایر صحبت کرد. معلم شما ها کجاست؟ میگه و ایست اویر لغه. ور کمست تو؟ تو اهل کجایی؟ و وانت ایر؟ شما اهل کجا زندگی میکنین؟ وونن دین التن اوخ این روم وونن چون التن گفتم جمعه پس میشه وونن فعلمون جمع به کار میره. وندونگن اصطلاحات. خب این وندونگ ها خیلی مهمه. یاد بگیرین جاهای مختلف استفاده کنید. Guten Morgen, wie geht's? صبح بخیر، چطوری؟ جواب میگه Danke gut. یه نفرم به شما گفت Wie geht's? میگه Danke gut. حالا حالتون هر جور که هر چی میخواییم به کار ببریم. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Du heißt Thomas Wild? Ich heiße auch Thomas Wild. اینجا کاربرد ویکلیش رو میخواد بگه. میگه اسم تو توماس ویلده؟ منم توماس ویلدم. بعد شما تعجب میکنین. میگه ویکلیش؟ ویکلیش؟ جدی؟ واقعا؟ خب دوستان اینم از درس دو درس مهمی بود. و الان مطمئنا شما خیلی بیشتر از ترمهای دیگه بلد هستین چون خیلی کامل بود این پوسسیو پرونومن. و امیدوارم که خوب یاد گرفته باشین. جلسه بعد انشالله یک مبحث سختی رو شروع میکنیم. حالا حتما میگه این چه مبتدیه که ما درس سخت ببینیم. دوستان این درس ها پایه آلمانیه. یعنی شما خیلی به نفعتونه که الان توی همین ترم با همین کتاب با همین معلم اینها رو پایه ای اساسی یاد بگیرین
که بعد دیگه تو هر کتابی بهش برخوردین شما بلد باشین اینها رو. در واقع اصلا شاید به جای مبتدی من اسم این ترم میذاشتم ترم پایه، خیلی بهتر بود. ولی شما دارین پایه ای اصولیات میگیرین و خب مبتدی هم بود دیگه، چون از اول اول شروع شد. دفعه بعد انشالله میخوام اکوزاتیو رو بخونیم که خیلی مبحث مهمی. حتما حالا خیلیاتون که توی این کلاس هستین، توی ترمای دیگه هم هستین دارین میخونین، خیلیاتون به هر حال حالا خیلی مبتدی نیستین، یه مقداری کلاس رفتین جای مختلف نتیجه نگرفتین و الان گفتین دوباره بیایم از پایه شروع بکنیم، از ابتدا شروع بکنیم، اساسی اصولی، که کار خیلی خوبی کردین. بنابراین خب بعضیتون آشنایی دارین با این اصطلاحاتی که من میگم، با این گرامرهایی که من میگم، بعضیتون هم که دیگه چند نفری هم هستن که واقعا از صفر شروع کردن، هیچ آشنایی نداشتن، برای اونها هم مفیده. یعنی اصلا خود من حالا با همین کتاب شروع کردم، با اون یکی دو چشم رو شروع کردم تو دانشگاه و همینطوری شروع کردیم بدون هیچ پایه، یعنی واقعا هیچ پایه نداشت. من خودم زبانم انگلیسی بود، منتها حالا برای تنوع و حال علاقه آلمانی رو انتخاب کردم تو دانشگاه و واقعا موفق بودم. یعنی واقعا خیلی بیشتر از انگلیسی خوشم اومد از این زبان. اینه که اصلا نگران نباشین، یاد میگیرین، بعد فقط تمرین ها رو کار بکنین، تکرار بکنین چند بار. خدا رو شکر که این فایل ها رو میتونین سیو بکنین ببینین، مثل کلاس های حضوری نیست که فقط معلم بیاد و بگه و بره. شما چند بار اینها رو نگاه بکنین، بذارین ملک ذهنتون بشه و مطمئن باشین که بهترین برد رو میکنین اگه این کار رو بکنین. خواهش میکنم پشت گوش نندازین، کار بکنین، تمرین بکنین، دیالوگ ها رو حفظ بکنین، خیلی مهمه. یعنی این کتاب یک مزیتی که داره هم دیالوگ هاش هست، خیلی میتونین روزمره ازش استفاده بکنین و لغت های زیادی داره. خلاصه این کاری که میگم انجام بدین، مطمئن باشین که شاگرد اول هر ترمی خواهید شد. تا جلسه بعد، خدا نگهدارتون.